همکارم راضیه موسوی از اسلام آباد برای همین موضوع همراه ما هستش. درباره همین اتفاقی که افتاد و تأثیراتی که روی تجارت بین این دو کشور داشته کمی برامون توضیح بده. خب بله، همونطور که شما در خبر گفتین، بارش باران و سیل‌های ناگهانی باعث شده که تجارت را در شعاع قرار بده. تجارت بین ایران و پاکستان و پاکستان و افغانستان به حالت تعلیق در آمده و مسیر قطار کویت زاهدان شسته شده که باعث شده که به توقف بکنه. راه آهن کویت در 3 نقطه تخریب شده و پلی که نوشکی و شاهراه ملی کویت را به هم وصل می‌کرد کاملا تخریب شده و همه دلایل باعث شده که فعلا تجارت بین این کشورهای هممرز و همسایه به حالت تعلیق در بیاید و توقف پیدا بکنه. به گفته مسئولین 4 قطار باربری که در زاهدان حامل برنج بوده توقف کرده و همچنان قطار باربری هم که حامل سلفر بوده در کویت متوقف شده. گفتنی است که دروازه دوستی که در مرز پاکستان و افغانستان بوده او هم کاملا مسدود هست و به دلیل صف‌های طولانی که به خاطر تخریب جاده ها هست، موترهایی که حامل کالا بودن همه منتظر هستن، ایستاده هستن و راه کاملا بند هست و همه کالاها فعلا متوقف شده و نمیتونن رفت آمد بکنن. دبیر کل بلوچستان هم روز جمعه در یک کنفرانس مطبوعاتی و رسانه‌ها گفته که 6 پل اصلی فعلا تخریب شده که هنوز مشخص نیست این پل‌ها چه زمانی بازسازی خواهد شد و دوباره تجارت از این مسیر چه زمانی دوباره آغاز میشه. فعلا خبر از مسدود شدن راه‌ها میته و دبیر کل بلوچستان علاوه کرده که وضعیت در این منطقه بحران هست، یک فاجعه به وجود آمده و هزاران نفر در این منطقه بی خانمان شده با وجود ازی که حتی نیروهای دریایی به کمک مردم شتافتن ولی هنوز هم نتانستن به طور کلی و تمام نیازمندان کمک برسانن. دولت پاکستان هم در این منطقه گفته که ما غرامت می پردازیم به کسایی که در این سیلاب ها جانشان را از به بازماندگان کسانی که در این سیلاب ها جانشان از دست دادن. سپاسگزارم از توضیحاتت. همکارم راضیه موسوی، اسلام آباد.